بزرگ است، دریا نهنگ دارد، نهنگ هم خیلی بزرگ است. آقای معلم می گفت که نهنگ می تواند آدم های یک کلاس را یک جا بخورد. دریا پر از ماهی های کوچک و بزرگ است. دریا چیزهای دیگری هم دارد، مانند صدف و کل جنگ. دریا پر از آب است. ای کاش اینجا هم یک دریا بود. شما می توانستید از آن بخورید و باغ‌های ما را تر کنید تا درخت‌ها و گندم‌ها از بی آبی خشک نشوند. جمعه بازم که حواست پرته. درست بشین، بیا برو بشین. آب دریا شوره، نمیشون خورد، نمیشه باش باغو تر کرد. تو بچه بازی گوش، وقتی بیا انشاتو بخون. اجازه ننوشت. ننوشتی؟ چرا ننوشتی؟ نمیدونستم، تا حالا دریا ندیدم. مگه یه پیاله آب بیشتر داری؟ نداشته باشم، گفت که نمیبرم، زمان نیم جا بانش داده. به کی دادی؟ به یدالله؟ نامعقول کرده به تو آب داده. یه پیاله بیشتر حق نداری ببری، من نمیذارم ببری. سگه کی باشی؟ مگه تو کت خدایی؟ سگ جد و آبادت زنی که برو حیا کن، خجالت بکش. زنی که مرد نداره با مردا دهن به دهن نمیشه. مرد شور خودتو و مردتو ببره.
من خودم 40 مردم، اگه بخوان برای آلی آباد روستاگی بکنین آبروتونو میبرن. تو آبروی ما رو ببری؟ تو خودت بی آبرویی. همه تو آبادی میدونن که پارسال که خوشسالی شد از گشنگی خر کشتی. خر کشتیم برای اینکه تو چهار تا از خدا بی خبره دیگه. گندما رو بردین تو شهر تو لاپناب شریاف روختیم. تو بی آبرویی که دوم خرت تو باغ مسجدستان بریده. تو بی آبرویی که دادا تو شهر داره فعلگی میکنه. تا چشم حسود کور بشه. اسفن همین حالا تو شهر ثروتش همه شما دهاتی‌ها رو می‌خره و در راه خدا آزاد می‌کنه. یه ماشین زیر پاش انداختن که یه تایرش میارسه به تموم زمین تو. اسفن اگه عرضه داشتین یه تیکه زمین ارسی باباتون رو ول نمی‌کرد بره شهر نوکری. آخه نه مسلمون، با کدوم ها؟ با این تمسخال که من تو براش سر می‌بریم؟ اگه تو یه ذره انصاف داشتی اینقدر سر من بیوه‌زن و این بچه یتیم نمی‌تازوندی. کم پدر خدا بیامرزش بهت خوبی کرده؟ کم برات دلیاری کرد و یک قرونم ازت نگرفت؟ حالا ای عوض خدا بیامرزیت؟ آخه کار یه دفعت که نیست، هر سالم این مکافات رو داری. خیلی خوب، خیلی خوب، حوالت به او امام زمین. ببندش، ببندش، بذار یه تک زمینم مثل زمین اسفن خوش بشه و بسوزه. ببینم آروم میگیری یا نه. آخه مگه ناحق میگم؟ چیکار به ننم داری؟ اگه افسد میشه این بوتهای بیچاره چه گناهی دارن که آب نخورن؟ تو دیگه خودتو قاطی نکن، هنوز مرد نشدی که. خیلی هم مرد شدم. بیا بیا به خوردنم مال تو. بذار یه رب دیگه بره، این همه آب تو این قناته. آره ارواح اون بابات. خیر اسفن. سلام مقدی. علیکه سلام، خوش آمدی. ستاره از کدوم ور زده؟ ها؟ 5 سال رفتی. چه 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 کار کنی مقدی، زندگی دیگه و هر طرف که دلش بخواد میندازتمون. مقدی ارباب شدی، شطرات زیاد شدن. خودت میدونی که این شطرا مال مردمه، منم و این اربانه. مقدی این همون شطوریه که داشتی؟ آه، روزی من و این سر یا آخور بسته است، قرار گذاشتیم با هم بمیریم. خدا نکنه مخدی. چرا بچه ها تو نیاوردی اسفه؟ سلام سید خانم، غلام آوردمش، ننش تو مریض خونه بود نشد بیا. خدا مرگم بده، چرا تو مریض خونه؟ خدای دختر بهم داد. کوکب زایی؟ آه، توی مریض خونه قد تموم این آبادی، مثل قصد پادشاه. خدا رو شکر. راستی غلام بهتر شدی؟ نه سید خانم، خیلی حکیم رو دوا کرد، اما نشد که نشد. توکل به خدا کن. یه سفر ببر ببندش به ذریعه امام رضا، شاید شفا پیدا کنه. یا امام رضا، تا خدا چی بخواد. حالا چی سوغاتی آوردی مشهد سامرمو؟ شکرتم هستم مشهد، حالا سوغاتی هم آوردم. برید کنار بچه ها، برید اونور، برید اونور ببینم. صبر کنید، صبر کنید، برید کنار بچه ها ببینم، برید کنار. این هم صحبتی بیاید همگی ببرید، یالا. سلام دایی اسفر. سلام دایی، حالت چطوره؟ ننت کجا؟ سر زمین. انصافتون رو شکر، برای قومقیش خودم که هیچی نذاشتی. مخدی ها، تو یخ نمیبری؟ من نمیخوام، کاری رو میکنم که سال 12 ماه میکنم. خدا برکت بده به کوزه گری های خودمون. مدرسه تموم شد؟ یکی دو روز دیگه تموم میشه. نمره چندی؟ نمره اولام. بارکالله، بارکالله. دبیرستان هم میخوای بری یا نه؟ دبیرستان تو شهره، شهرم که دوره، میرم سر زمین. آفرین، بارکالله. حالا که کمک ننت میکنی، منم یه چیز خیلی قشنگ برات آوردم. چی آوردی؟ توب؟ نه. قلم خودکار؟ نه. مداد رنگی؟ نه. پس چیه؟ یه چیزی آوردم که تا حالا تو عمرت ندید، نه تو نه هیچ کس دیگه تو این آبادی. چیه دای اسم؟ بگو، دلم آب شد. خیلی خوب، خیلی خوب، الان بهت نشونش میدم. آها، به پایین قلم آب بریم کسیم. بذار در ساکو بازش کنم.
بیا. چیه؟ بذار در گوشت. در گوشم؟ ها. نه، از اونوری بذار. میشنفی؟ خوب گوش بده. صدای دریاست. صدای موجای دریا. موجای دریا؟ ها. موج دیگه چیه؟ موج؟ موج مثل اون گردبادا منتها رویا. نه نه موج مثل اون تپای شنیه، منتها فرقش اینه که اونا را میرن ولی موج به هیچی نمیمونه الا خودش. آدم باید ببینه تا بفهمه. بنازم به او قدرتت، ببین چی آفریده. اینا که چیزی نیست، یه چیزایی تو دریا هست که ما تو خوابم نمیتونی ببین. تو شهر کار ما تقریبا یه جور تجارت. آخه من تو کار پلاستیکم. چند وقت پیش صاحب ماشینه تو یکی از بنادر کار دارم. با هم رفت اینو لب دریا پیداش کرد. مردم محلی اونجا میگفتن که اگر بذاریم در گوشمون میتونیم از توش صدای موجای دریا رو بشنو. ما تم برده. ای جمعه دایی این ساکو بذار لبه تاخشه جلوی چشمم باش. رفتم یادم نره ببرم. من که چیزی از توش نمیشنفم. آخه بعضی زنها نمیتونن بشنم. ای آثار باستانی هم مثل کلمپیچ هست. پلاستیکه. ای پلاستیکه. گوانه، گوانه کتیرا. کرماج زیر خاکا خونه درست میکنن تابستون. ما کوچیکش دیدیم اما منتهاش یه قوی تره. اصلا دومش معلومه، هزار هزار تو صحرا ریخته مثل فضله شیره. نه خسایل، این فضله شیر نیست. این یه صدفه. صدف پوسته یک جونور دریاییه که تو دلش یه گوهر قیمتیه. بهش میگن مروارید. حتما خیلی از شماها مروارید ندیدین. ساحل نشینا، اونایی که با دریا بزرگ شدن، برای به دست آوردنش با شنا میرن ته دریا. بعضی وقتا اونو از تو دهن نهنگ در میارن. همه این عجایب تو دل دریاست. نمیخواستم پامو بیشتر از گلیمم دراز کنم. ناچار شدم. میبینی که غلام هنوز زبون باز نکرده، همون حالت خلوزی رو داره. آخرین باری که بردمش دکتر آب پاکی رو ریخ رو دستم. گفتین بچه خوب شدنی نیست که نیست، مگه اینکه معجزه بشه.
گفت زنت وزش غیر طبیعیه. راستم میگفت. اون موقع ما تورش بودیم، اونجا که دکتر قابله نیست، مثل همینجا یه مامای خونگی هست. خلاصه گفت تو 100 تا از بچه های اینجوری شاید 3 تاشون خوب میشن. آخرش هم گفت اگه زنت بچه های بعدش توی مریضخونه درست و حسابی زیر نظر دکترهای خوب به دنیا نیاره، باز ممکنه اونا هم به همین درد دچار بشن. این که ناچار شدن ببرمش مریضخونه شخصی، اونا هم سزارینش کردن. چی کارش کردن؟ هیچ، شکمش پاره کردن و بچه رو در آوردن. حالا بچه سالمه؟ دکتر که میگه سالمه. خب خدا رو شکر. خدا رو شکر. اما کاش به همین سادگی ها بود. چطور مگه؟ 20,000 تومان پول میخوان تا مرخصش کنن. یا امام زمان، 20,000 تومان؟ 25,000 تومان. 5,000 تومان به یانه دادم تا خوابوندنش. چرا نبردیش مریضخونه دولتی؟ چه میدونستم، راه و چار رو بلد نبودم که. خودت میدونی که اینجا پول جنه و ما بسم الله. اگه چند قاضی هم گیرمون بیاد، قند و چایمونم کفاف نمیده، چه برسه که پسنداز کنی. اون زمینو کسی نمیخواد بهش بده؟ زمینی که به درد صاحبش نخوره به درد کی میخوره؟ دادش به این پدسته خاش کن، پلو سخته ندادم بهش، از دستم قپید. خوب شد، جگرم خنک شد. الهی ننه داغت به جگرم بمونه که اینقدر خرید. چیه؟ چی شده؟ والا برادر ما از دستی برات و پسرش نمیدونیم چه کنیم. باید بذاریم از این آبادی بریم. یک روز آب رو میبندن، یه روز خرابل میکنن تو زمین. والا نمیدونیم چه کار کنیم دیگه. چه خبره نسا؟ دوباره صدا تو سر ما بلند کردی؟ چرا بچه تو نمیگیری؟ فکرت این بچه چا پدر نداره بی کس خانه؟ مگه چه کار کرده؟ چه کار میخواستی بکنه؟ از بابازی اینو گرفته شکسته. خب چی کارش کنم؟ بچه هست؟ تازه مگه چه ارزش داره که اینقدر بالاش داد و بیداد رو انداختی؟ مگه گاو تو کشته؟ گاو و گوسفند نداریم، اگه اونا رو هم تا حالا کشته بود. داییش یه اسبابازی رو تو شهر بالاش کلی پول داد. اون اسبابازی بود؟ از وقتی که این قلقل جادو تو این ده اومده همش برای مردم بدبختی و فلاکت آورده. چه فلاکتی آورده؟ چه بدبختی آورده؟ مگه همین پریشب مادگاو مشی از آن سر از آن نرفت؟ مگه رحمت دوماد کلاجی از فلا نیافتاده باز شکست؟ دو تا مرغ کاکری زهرام که خال زدن و مردن. این حرفای ستای غاز چیه میزنی؟ این یه صدفه. به مادگاو مشی از دون و پای دوماد کلهاجی و مرغای کاکلی زهرا چه ربطی داره؟ از وقتی این کندله رو آوردی حرفا پیدا شده. درست میگه، راست میگه مش اسفن. این دیراس گوش ماهیه چیه؟ چومه؟ اینا خرافاته. اون جایی که من دیدم والا 1000 تا از اینا رو زمین ریخته بود. هیچ بس چگونی هم برای اهالی اونجا نداشته. برین سر کاراتان. بس دیگه، تو هم کم آبوره بگیر. قراره یه سفر دیگه برم لبه دریا، یکی دیگه برات میارم قشنگتر و بهتر است. خوبه؟ سلام علیکم، خدا قوت.
دای اسفند میشه منم با خودت ببری؟ شهر؟ نه دریا. دریا؟ من میرم شهر نه دریا. پس دروغه که گفتی میرم دریا؟ نه میرم دریا، صدفه برات میارمش. خودمو بابا نمیشه. یعنی حالا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ خب من حالا تو شهر یه خورده گرفتاری دارم دایی. من صبر میکنم تا گرفتاری ها تموم بشه. گرفتاری ها به این زودی تموم نمیشه دایی. خب من خودم تنهایی برمیگردم. مگه تو مدرسه نداری؟ فردا آخرشه. خیلی خب بذار ببینم حالا چی میشه. جونم جونمه دایی، بالاخره منو میبره دریا. بالاخره منو میبره دریا. بچه ها یادتون باشه درس چیز خوبیه، هر چقدر آدم بخونه بازم کمه. هر کدامتان براتون مقدور بود برید تو شهر و یه خونه چیزی اجاره کنید و یه سیکلی بگیرید که اقلن توی مملکت دستتون به جایی بند شه. چشم آقا. حالا برید، برید به امید خدا. خدا مراقب خودتان باشی. خدا به همراهتان. جمعه میایی بریم سر زمین؟ نه تو برو، من خواه برم خونه کار دارم. باشه، پس من رفته. خدا دیدی که داغش به دلت گذاشتم؟ داغش به دلم نمونده. خودم و داییم قرار بیم لب دریا یه صدف بیارم از اون گنده تر و قشنگ. اگه برده توزه یکی دوتا بیا. حالا میری که میبره تا دریا. نمیبره. میبره. نمیبره. نمیبره. سلام بچه ها. سلام بابا جان. آی سلامت باشین. سلامت باشین. مخدی خدا بره. میرم شترخون. تو میری خونه؟ آره. بیا این کشکو بده ننه. خودم میام پرجینشو میگیرم. بگو یه خوردشم بده به اسفند ببره. تو شهر یه همچی کشکی گیر نمیام. هنوز که نرفته اسفند. نه اگه بره منم با خودش میبره. باریکلا باریکلا. میخوای بری شهر؟ نه میخوام برم دریا. باریکلا دریا. آره قرار منم با خودش ببره. باریکلا. تو دریا دیدی مخدی؟ دریا یه چیزی مثل این کبیره، اما آب توش کله میزنه. یه سرش به زمین بسته، یه سرش به آسمون. میگن دریا هر شب آبستن میشه و شکمش میاد بالا. صبح سحر یه خورشید از تو دلش بیرون میاد و میره تل به آسمون. به جامعه بگو دفعه دیگه حتما میبرمش دریا رو ببینیم. خدا حافظ. خدا به همراهت. خدا حافظ. برم شهر چه کنم؟ دایی کو رفت. دایی کو رفت. چی میگی؟ کجا داری میری؟ صبر کن جامعه. Thank you.
جور بگی باهاش حرف زدم. اینگار نه اینگار. از صبح تا حالا قوت نخورده. اسمندم که تو شهر یه سر داره و هزار سودا. جمعه. منم مخدی. حالت خوبه پسر؟ چرا خودتو حبس کردی؟ بیا بیرون عمو، قهرمان بچه هاست، تو دیگه مرد شدی. باش خیلی حرف زدم، قربون صدقش رفتم، لام تا کام جواب نمی. صبر کن. جمعه من دارم میرم چاشیرین، جای با صفاییه. اگه بخوای تورم با خودم میبرم. میای بریم؟ نکنه بچم یه وقت. جمعه آخه یه حرفی بزن، اینجوری که نمیشه. جمعه بذار درو بشکنم. نره جمعه جمعه رفت. کجا رفت؟ رفت پیش داییش باش بره دریا. گو به ننم بگو دل واپس نباشه، زودی برمیگردم. کی رفت؟ یه ساعت پیش. گفت تا فردا به ننم نگو. ما ترسیدم یه طوریش بشه. یا امام غری، دستم به دامنت مخدی. حتما میره طرف چاشنی. دی کبیر خوشکام بچه ملاک میشه مقدی. تمام این کبیر بسه کف دست منه. پیداش میکنم و با خودم میارم. خاطر جمع باش. هرچی بود از اون کندله بود، آخرش هم هواییش کرد. همون روز اول بهش گفتم که این کندله تلسمه، حرفم گوش نداد که نداد. خدا به دادش برسه. دختر میام، مریض دارم، میرم طرف دو زهیر. همچین کسی رو تو راه ندیدم. از کسی از این مره رد نشده. Thank you.
که رفتم ریگیا سر دو زهیر چادر زدن. اونجا هم یه سری بزن مخدی، شاید اونا دیده باشنش. ای باد سرکش برو بیرون، دست از سرش بردار و برو 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 برو. براش بزنین تا بره بیرون. هیچی تو بیابون برای آفتاب زدگی بهتر از دوغ شتر نیست. بخور بخور تا بیای سرپا. بخور. باشه، میذارم اینجا تا هر وقت دلت خواست بخوری، اما نمیشه اصلا نخوری. ننه تو رو اینجوری ببینه عراض میکنه. من برم برای بار آخر یه شکم سیر به این زبون بسته علوفه بدم و بیام. از اینجا که ببرنشون تهرون یه سر سرشونو میبارن. ایداد بیداد. بخوریم زبون بسته ها، بخوریم. حال پسره چطوره مخدی؟ حرف نمیزنه. ننه یه بیچارش همین یه بچه رو داره. قومت مخدی؟ نه، از بچگی با پدرش رفیق بودیم. خدا رحمتش کنه، باد بهش گرفت مرد. خارکن بود. صبح اول وقت میزد به کویر و غروب بر بگشتن. خیر از خارکندن و زدن به یه لقمه نون سر از هیچ کاری در نمیاد. حالا اولادش اینجوری عذاب در اومده که خونه و زندگی و مادرش رو ول کرده، زده به سرش که الا و للا باید دریا رو ببینه. عجب دریا. حالا میخوای چی کارش کنی؟ مادرش دل واپسه، برش میگردونم آبادی. برو جناب، یا دم سرکون.
تموم آقا. آره یا برزم تو رادیات را افتادی. برو به سلامت نصیر. شطر مال کیه؟ مال او ساربونه. کار ما دیگه تمومه، وقتی که یواش یواش بریم ننه چشوراتی. نه بر نمیگرم، میخوام برم پیش داییم. لا اله الا الله، اینقدر مته به خشخاش نذار، میری تو شهر گم و گور میشی. از اینا گذاشته هر جور هست من باید تو رو برگردونم آبادی. مخدی شطور خودت رو میخوام، خریداره. شطور من نمیفروشمش. پول خوبی گیرت میاد. پول میخوام چیکار؟ پول چرک دسته. حیف که مجبورم از این شهریا قند و چایی بخرم، والله این چرباسیرم که تو جیبمه میریختم دم آب. یه روز بیا تو شهر تا بهت بگم یه مماس چقدر کره داره. یه جایی گیر میکاری که حاضری واسه 200 تومن تموم آب جوبا رو سر بکشی. من کلامم تو شهر بیفته نمیرم برش دارم. تموم اسخر آقا بریم. واسه خواه ما رفتیم. به امان خدا. نیایی واسه بهتره، شطوره رو بدش به من. واسه تو کبیر شطور زیاده. تو تمام دنیا منم و این ماده شطور. از کارگی خودم بزرگش کردم. نمیفروشمش. نمیفروشم. شیرشو میخورم، محملم هم هست. من چی بفروشمش؟ همین الان من این بچه میخوام باش. جمعه اینجا چکار میکنی بچه؟ وایس ببینم من بچه رو بیده بوش بچه. نه تو بمیری به بسته که این سنگینی نوبره برد تو شد گل افتاده زیمینم بزنم افتاده. سلام از کردیم آبا یک. علیک السلام. این مردی که اومد؟ بله دیر اومد، داره اون پشت بار خالی میکنه. یالا زودتر عجله کنی بجامین دیگه. یالا سرش رو بگیر ببری. خسته نباشین آقای خوشقول. سلام آقا بیون. چه سلامی مرد مومن، این وضع کار کردنه. من دیروز اومدم. تو رفتی یه روزه بیای، 4 روزه کار و زندگی ما رو لنگ گذاشتی. خدا شاهده گرفتاری داشتم آقا بیون. مگه ما گرفتاری نداریم؟ همه این کارا که میبینی رو زمین افتاده گرفتاری منه. نمیخوای کار کنی؟ بیا حسابتو بکنم، راحت بری رد کاره. نکنه انتظار داری من خودم انجام بدم؟ چشمش کورشه خودش انجام بده. آقا شما به بزرگواری خودتون ببخشید آقا بیوک، گناه داری. جوونه سرش به زنگ میخوره، انشالله درست میشه. اومده که یه لقمه نون برای زن بچهش در بیاره. مگه خره؟ چرا نخواد کار کنه؟ میدونم سبزعلی، فقط اومدم بهش بگم که دفعه آخرش باشه. خودت که میدونی من سر کارم با کسی شوخی ندارم. اگه بخواد کم کاری بکنه کلامو میره تو هم.
ای ای ندر قربت دلم شادان نروی در وطن دارم الهی بخت و برگردی از اون تازه که من دارم. آه من دو روز دنبالش بودم. آه آی مسلمان نده همین طرف رو ترسون واسه شی اینقدر پیله کردی به جان عزیز کارش سکه بود اما چه فایده تنهایی بود بهش گفتم ما هم هستیم اول گفت نه اما راضیش کردم یه جوری با همون را بیا بعد ترسید نمیدونم چی شد والا آخه چند دفعه بگم بابا بهش گفتم طرف این کاره نبود آخه جازه بس تو هی بهش اصرار کردی پس حالا چی کار کنیم از من میپرسی یه 50 تومن بیار دنبال اون یکی تو بیری دارش میرم اما پیداش نمی کنم اونجایی که من میگم تو برو اگه پیداش نکردی با من بابا ما همدیگر رو گم کردیم میفهمی یا نه ما بهش نگفته بودم که پاتوق ما کجایه تو که برای چی خنگ گفتی زکی اگه پیداش نکردی با من تموم این شهر رو مثل کف دستم بلدم بفرما یه روزه گیرش میارم بله خب بیا بالا 50 تومن رو ببینم تو بهش بده من باش حساب میکنم میخوای دوز بگیری المفلسو فی امان الله آه در بسط ندارم من 20 تومن بیشتر ندارم بهش بده بستش بابا نصفشم با اتوبوس میره بیا آقا جون بگیر 30 تومن بده من دار و ندارم همینه والا اگه داشتم که اتو نمیگرفت اصلا بیا بگیر اینو ببر خوردش رو ببین بابا بده من دارم ای قربان دستت برم من فدای تو بیا بگیر بیا بابا اینم پول خورد بگیر ببینیم چیکار میکنی یادت نره فردا میخوامش ها حالا ما باید برم ببینم چی میشه نری 20 تومن توپ بندی توش بیای بگی پیداش نکردم بابا خیالت راحت برفتم خداحافظ برو ببینم چیکار میکنی فکر کرده زرنگه تا پای قضیه رو سفت نکنم برش نمیکنم که... پول خوبی توش آخرش هستم بابا پس من رفتم ببینم فردا چی میشه باشه فردا همینجا قربونه خداحافظ این همه پول خورد گدایی کردی؟ نه مال خودمه گدا نیستم داییم بهم داده یا این یکشم سیاست قبول نمیکنن که بچه کجایی؟ از سرکویر مانم کویر کجا؟ سرکویر اون ور دامغون اون ور شاهشیرین خیلی دوره اومدم دریا رو ببینم فایده نداره چرا؟ اونجام کار نیست من خودم بچه دریام بی خودی نرو فایده نداره از دریا اومدی؟ آره میدونی این چیه؟ آره این یه صدفه گوش دریا هست چهارت بیان بابا چهارت بیان بابا باره کنار باده بابا باده بسته ببینم باره پایین بابا بینه باره پایین بری پایین یاره بینم چهار نفر میخواد آمش بری پایین ببینم بری پایین بری پایین چهار نفر میشه آمش اگه اوستا با خیلی نببر این عملی نیست اوستای درجه یکه تا الان ده تا ساخت بشه آتوار کنترات کرده ببین من اول ببر بعد اینا اوستا رو ببر اوستا رو ببر آقا نم بابا اگه بیشتر میخواد منم ببر آقا نم من کمک کردم با منم اول آمده وقته بری کنا ببینم میشه 27500 تومن آقا پنج تومن بیشتر ندارم متاسفم نمیشه خدا وکیلی بیشتر از این نتونستم جور کنم بیمارستانه دیگه هم بودن چرا اونجا نخوابوندینش گفتن این بیمارستان از همه بهتره زایمان های زنم طبیعی نیست بچه اولم عقب افتاده است بیمه این نه بابا خب دست منم کاری بر نمیاد من یه کارمندم بس
پس من چیکار کنم؟ برو پیش رئیس بیمارستان. اینجا یک بیمارستان خصوصی آقا. تمام پرسنلش اهم از دکتر، پرستار و جراح پولهای کلون میگیرن و کار میکنن. سر هر برج نمیتونیم بر کدومشون بگیم اون بیمار و اون بیمار و اون بیمار رو صورت حسابشو بخشیدیم. کافیه بفهمید یک بیمارستان با امکانات عالی بیمارا رو مجانی مداوا میکنه، اون وقت پاشنه‌ای در اونجا رو برمیداریم. خب نداریم چه کار کنیم؟ ندارین ما باید جریمه‌شو بدیم؟ نه آقا، فوقش بگم 2000 تومنش هم ازتون نگیرن. در هر حال مشکل شما رو فقط پول حل میکنه. اسم من تیفوره. تیفور؟ تیفور دیگه چیه؟ تیفور دیگه، تیفور یعنی چه میدونم بابا، ننه بابام این اسم رو میگذاشته. شما اونجا چیکار میکردی؟ نونمون از تو دهن نهنگ در میام. بریا یه گاوه گنده بود و ما مثل یک کک تو تنش. اگه یه لیس به تنش میزد تو آب دهنش گم میشده. معلم میگفت دریا از تموم خشکی های دنیا گنده تره. بابا ماهیگیر بود، منم دلم میخواست مثل اون بشم. وقتی که مرد زدم به دریا، ولی فایده نداشت. با اون همه چیزایی که تو دلش داشت هیچ چیش نصیب ما نمیشه. اینی که ولش کردم و آمدم اینجا. اینجا خیلی قشنگه. آره خیلی هم پول میخواد. پیغمبر این دیگه چیه؟ چرخفلک. چرخفلک؟ نه دیدی؟ نه. سوارش که میشم میچرخه، بعد آدمو میبره اون بالا بالاها، عین مرغای دریایی. پول داری بریم سوارشی؟ پولیه؟ مگه بی پولم میشه؟ پول دارم، اما تا وقتی که داییمو پیداش نکنم نباید خرجش کنم. بابا جان پول دوتا ساندویچ که چیزی ازش کم نمیکنه. بیا بریم یه چیزی بخوریم و یه جا بکپیم. بکپیم؟ بخوابیم بابا، بخوابیم. کجا؟ میبرمت هتل. تا حالا رفتی؟ باره بابا زنی که چی به پنجره تو کار داره؟ باره بابا خجالت بکش، صدا ده انداختی تو سرت گردن گرفتی میکنی. باره بابا تو گامچا. ده تومن بهش بده. یای لگش داه تریم از یای لگش داه تریم از بود بایلار دای کارن داغلار کارن داغلار کارن داغلار کارن داغلار. الحمدلله سلامتی برقرار، ملالی نیست به جز دوری مفارقت. به رجب علی سفارش کن تهران نیاید، چون من 2-3 هفته است که بیکارم. نوشتی؟ بله. چند روزی هم مریض شده ام. نوشتی؟ بله. یدالله مشغول فروختن سیگار وینستون است. به منم گفته سر چهار راه با او بلیت بخت آزمایی ببین. بشین اینجا. اگر نوشتی؟ بله. اگر زمین پشتی را فروختی پول بفرست تا یک کاسبی آبرومند. قبول باشه. قبول ها دیگر عرضی ندارم، همه را دیده بودی کن و سلام. کمک میکنی تا دایمو پیداش کنم؟
آخه آدرس درستابی هم که ازش نداری. گفتم که تو کار پلاستیکه. هی میگه تو کار پلاستیکه. هزار تا کارخونه پلاستیک سازی تو این شهره. خودت گفتی که تمام شهر بلدی. آره بلدم، اما اینجا مثل همون دریاست. توی این دریای به این گندگی چجوری میخوای یه مایه کوچولو رو پیدا کنی؟ دلم هزار راه رفت. بیا نن الهی قربونت برم. کجا بودی؟ پسرم عزیزت دلم، چی کار کنم؟ نشد زودتر بیا. چی شد؟ بالاخره درست شد؟ چی بگم؟ یعنی نشد؟ پس حالا چی کار کنی؟ چه میدونم؟ دیگه مخم کار نمی کنه. کاش پامو شکسته بود، اینجا نمی اومدی. اگه نمی اومدیم یه وقت خدا نکرده اونم مثل این می شد. شما رو هنوز مرخص نکردم؟ شما شوهرشون هستی؟ بله آقای دکتر. بله. اگه دنبالت نیام دلخور میشی؟ باید برم دنبال کار. اگه یه روز اینجا کار گیرم نیاد گشنگی میخورم. ببین آه تو وسط هم نیست، تو کاری نداره، میری دوروبر میدان شوش دنبال کارخونه پلاستیک سازی میگردی. ببین
همینجا که سوار اتوبوس شی میتونی بری. باش تو برو به کارت برس، من خودم میرم. خداحافظ. ای جامه مواظب خودت باش. داشت یادم میره تو که را ماشین نداری. نه نمیخوام. چرا نه؟ بهت قرض میدم. نمیخوام. هر وقت پولا شدی به هم برگرد. باشه منم با یه اتوبوس میرم. خداحافظ. جمعه این قبض برقو بدیم، 10 روز از موعدش گذشته. کلی هم سفته دارم که از این اون گرفت. خدا شاهده اگر داشتم بهت میدادم. به جون بچه هام ندارم، خودت که میدونی چند وقت بیکار. اسفندیار سالهآبادی اینجا کار میکنه؟ اسفندیار سالهآبادی؟ نه همچی کسی رو نداری. وقتتو تلف نکن، بهت که گفتم پیداش نمی کنی. راهو بهم نشون میدی؟ انگار تو دست بردار نیستی. یا تا دریا رو نبینم بر نمیگرد. آخه دریا که دیدن نداره، من که حالم از دریا به هم میخوره. خب تو دیدی، من نیدم. همه اهالی چشم وا کردن ببینن بالاخره من دریا رو میبینم یا نه. همه کاری که دستم برمیاد اینه که سوارت کنم بری گاراژ، اونجا یه راست بری دریا. بیا با هم بری. نه من اینجا کار دارم، باید برم دنبال پول. تا پول دارم نشم از این شهر نمیزنم بری. آخه مرد مامن، این چه زندگیه که واسه ما درست کردی؟ شب و روز از دست این بچه ما آسایش نداریم. چرا مادرشو نمیاری؟ والا اهل محل میخواستن از دستت شکایت کنن ولی من نذاشتم. نه بکر خودتی، نه بچت، نه ما مردم بیچاره فلک زده به جون اومده. غلام، غلام بسه، بسه غلام، بسه. چه خبرته؟ چه مگه نگفتم شلوغ نکن ها؟ امروز هر جوری شده از اون تو میارمش بیرون. برو اونجا وایسا تو صف بلیط بخر. تو دونت صافه، یه تومن بیشتر نمیارزه. ممنون. شما؟ ما یه بلیط بده. 35 شما بده. زود باش بچه، زود باش ببینم، زود با. نزدوان نمیشه؟ نه نمیشه، مگه اینجا تو کنبقاریه. برو ببینم، برو، نفر بعد.
پسر جون، مثل اینکه به پول احتیاج داری. اگه میخوای پول بلیطت رو در بیاری، اون چمدون رو برای من ببر بذار تو اون ماشین که بیرون از ترمیناله. ببین در صندوقش هم بازه. چمدونم کو؟ آهای دوست، چمدونو بر، بگیرینش، بگیرینش. نیست که به این سادگی بتونی جورش کنی بنده خدا. باید یا رومی بشی یا زنگی زنگ. همش حرف. یکی نمیگه آخه من چه غلطی بکنم سبزدی؟ جگرشو داری؟ من بهت میگم چیکار کن.
هی این گونی رو بفرست بره. چش یادت نره اینو میگم ها، همش آشغاله. ببین سبزعلی ساعت چنده؟ بتمن تو راوندون گیر کرده، هر جا بشه علنه پیدش میشه. ده یه ساعت پیش باید میومد. وقتی بهت میگم به این جماعت نباید رو داد، واسه همینه. آره نباید بگرد. سلام علیکم. کار نداریم داداش. ببخشین آقا، کار نمیخوام، من با اسفندیار کار دارم، اسفندیار سال آبادی. نیستش. کی میاد؟ من چه میدونم، منم مثل تو حقوقش از من میگیره، باز خودش کار میکنه. ببخشین مزاحمتون شدم، شما نمیدونین این خواهرزادش جمعه اومده پیشش یا نه؟ نه پدر جون، من نمیدونم جمعه کیه، نه شنبه کدومه. شیم آقای بابا جون، گرفتاریش نمیارزه، سخته. برو پولشو بهش بده. یه وقتی دی این کارم نگرفت، این سه شش سنلا رو از دستت رفت. درست. چاره‌ای نداریم جز اینکه واسه مردم کار کنیم. همین. تیفور می‌شناسی؟ تو می‌شناسیش؟ مال کجاست؟ بچه کدوم بره؟ میدونم کیو میگه. فکر می‌کنم رفته دریا. با اونا. الان همینجا بود. پاتوقشون همینجاست. چطور میشه برام دریا؟ چطور نداره؟ سوار اتوبوس میشی میری دیگه. پول ندارم. اینجا بی پول نفسم نمیشه کشید، چه برسه برید دریا. اول باید کار کنی، پول در بیاری، بعد بری دریا. مادر حلال کنی، من تو این شهر غریبم، دنبال همشهریان میگردم، اینجا رو آدرس دادم. مخدی اسفند کجایی بابام؟ از پا در اومدم. بیا تو، بیا تو، بیا تو. چطور این طرف ها؟ فکر نمی کنم تا لپاتو از کویر بیرون گذاشته باشی. ای چی بگم، این جمعه ما رو بیچاره کرد، آواره شهر کرد. جمعه؟ نه کار تو نیست، خودت هم گم میشی. تو برو به خواهرم بگو اسفند گفت خودم جمعه رو پیداش میکنم برش میگردونم واهه. آخه مگه ما کم درد سر داریم که در میزنم؟ دای در شماست. بلش کن. ممکن از صرف سابکار باشه، شایدم جمعه باشه. مخدی؟ بله. ببین مخدی،
میشه یه زحمتی بکشی در رو باز کنی؟ رو چشمم، چرا نشه؟ الله مخدی، ببین هر کی غیر از جمعه بود بگو اشتباه اومدی. چرا؟ فعلا در رو باز کن، بعدم بهت میگم، حالا وقتی این حرفا نیست. بی خودی خودتو عذاب نده. پولشونو بهشون بده و خودتو آزاد کن. ناراحت نباش، پول خودمه، شطرمو فروختم اومدم. تو از کجا میدونستی؟ بذار اول در رو باز کنم، الان در رو از پاشنه در میاره. اومدن. یا الله. سلام سبزعلی. خدا رو شکر که تو رو امروز اونجا دیدم. چرا دروانه میکنیم بابا؟ بفرما بریم تو. اومدم بهت بگم آقا بیوک خیلیت دست عصبانیه. پدرم در اومد بس که امروز دروغ دول جور کردم، اما دیگه گندش در اومدی. من خدی برات بلیط هم گرفتم، این اتوبوس تا دامغان میبردت. دستت درد نکنه، از اونجا به بعدش برام راحته. پیدا کردن جمعه تو این شهر بی در دروازه کار سختیه، ولی جبران محبت تو رو کردن خیلی سخت داره. قصه منو نخور، من بیابونیم، تو بیابون با زندگی راحت تر از تو که تو شهری میتونم کنار بیام. هر وقت بارتو بس یا برام فرستادی یه شطور دیگه میخرم. یه روز برمیگردم آبادی، هم پول تو رو برات میارم، هم وای میسم اونجا زمینم آباد میکنم. اونقدر پول با خودم میارم که یه موتور کار بزنیم سر یه چاه و آبو از تو دل زمین بکشیم بیرون، تا هم خودمون هم عالی راحت بشن. خدا نگهدارت باشه، فقط هر جوری هست جمعه رو پیداش کن که ننش دیق. اگه پیداش کنم شقش میکنم. دو نفر میان بالا. دو نفر فقط دو نفر گفتم بیان بالا. اسفند بجام که خیلی عقبی. های موتوری با تو هم بارو عمر بابا شده بانتی من دوباره شبانی آقا میشناسی؟ نه نمیشناسم. ماشینش همین الان اینجا بود. من ندیدم. ماشینش قرمز بود. ندیدی در کدوم خونه بود؟ نه ندیدم. یه وانت ندیدی؟ رنگش قرمز بود؟ توش پر پلاستیک بود. دره اون خونه بود.
آره اینجا بود، با شوهرم کار میکنه، اما خونهشو بلد نیستم. محل کارشون تو خیابون خاورانه. انگار به سرت زده. مگه یادت رفته آقا بویوک چی گفت؟ حالا میخوای کار و زندگی تو ول کنی با این بری دریا؟ فکری بود که خودم تو کلش کاشتم، آخه میگی چی کارش کنم؟ هیچی، ردش کن بره کویر. اون بچه یتیمه، کسی رو غیر من نداره. این همه راه کوبیده اومده، حالا میگی ردش کنم بره؟ کی به کیه اسفند؟ اگه فردا از اینجا بیرونت کنن دوباره در به در میشی. اون وقت کی میاد به دادمون برسه؟ مگه از اینجا نکوبیدی این همه راه و رفتی کویر؟ کدومشون بهمون کمک کردن که آبرومون تو این ولایت غربت نره؟ تا اونجایی که از دستشون برمی اومد کمک کردن. خیلی خوب، خیلی خوب، هرچی میگم تو یه چیز دیگه میگی. باشه، اگه میخوای عقل و زندگی تو دست این بچه بدی بده، اما اگه بیرونت کردن من دیگه تو این شهر لعنتی بمون نیستم. دیگه طاقت بدبختی و دربدری رو بیشتر از این ندارم. ای کاش برگردم ولایت و نون جو بخورم و این شهر و این آدمای لعنتیشو نبینم که مثل خوره به جون هم افتادن و هیچکی به هیچکی نیست. اینم از تو که عقلت از یه بچه کمتره. خیلی خوب، بی خودی سر من دادکش. تو هم به فکر خودتی، دلت فقط به حال خودت میسوزه و بس، به فکر هیچ کس دیگه نیستی. که تا حالا مگه کی به فکر ما بوده که ما باشیم؟ هرچی به کاری درو میکنی. ما که بد نکاشته بودیم، پس چرا بد درو میکنی؟ چرا یه یس میخونی زن؟ ما خودمون این همه بدبختی رو به خاطر چی کشیدیم؟ به خاطر اینکه این بچه هم مثل اون یکی علیل و بدبخت نشه. از اولش هم خوب میدونستیم که توی این راه دمار از روزگارمون در میاد، اما به خاطر اینکه به مقصود خودمون برسیم دلمون رو زدیم به دریا. این بچه هم همینطور مثل دیوونه دلشو به دریا زده اومده، حالا میگی هرچی دشه پنبهش کنیم بره؟ تو اصلا حرف منو نمیفهمی. تو هم حرف منو نمیفهمی. دایی اسفند، من دیگه نمیخوام برم دریا. پشیمون شدم، میخوام برگردم برم سرکویر. از حرفای زندایی دلگیر نشو، اونم حق داره. به خاطر من خیلی بدبختی کشیده، برای همینم همیشه از آینده میترسه. اما من تصمیم گرفتم به هر قیمتی شده به برمه دریا رو ببینی. من از دریا رفتن شما حرفی ندارم، فقط میگم جواب آقا بویوکو چی بدیم؟ اوه، همه چی رو به مسخره گرفتی. فکر میکنی تموم این زمین و آسمون دور هم جمع شدن که مشکلات تو رو حل کنن؟ نه داداش، کور خوندی. امروزه حلال مشکلات پوله. پولم فقط با کار به دست میاد. اگه بخوای از زیر کار در بری و دنبال حال و هوای دلت بری، نه خیر، معاملمون نمیشه. من اینجا با چک و سفته سر و کار دارم. اگه نتونم پسش بر بیام باز برم گوشه زندون بخوابم. واسه همینم بهت میگم که دو را بیشتر نداری. یا سرتو میندازی زیر مثل بچه آدم وامیسی کارت میکنی،
یا حساب کتابت میکنم میری دنبال دریا. خودی واسه خودت گرفتاری درست نکن، سوار اتوبوسش کن بفرستش بره ولایت. نمیتونم سبزعلی، نمیتونم، بهش قول دادم. تو بی خود بهش قول دادی؟ آدم عاقل وقتی میبینه پای زندگیش در میونه میزنه زیر قولش. اگه اینجوریه من آدم عاقلی نیستم، چون نمیخوام بزنم زیر قولم. بعد چیکار خود کنی؟ بیا این سویچو بهشون بده. از دریا که برگشتم میگردم دنبال یک کار دیگه. می دیوونه شدی؟ تو این وضعیت کار گیرت نمیاد. حساب زن و بچه تو نمی کنی؟ خونه آخرش برمیگردم آبادی. همینجوری که نمیشه، تو کلی بده کاری. یک کاری بکن که نه سیخ بسوزه نه کباب. چه کار کنم سبزعلی، چه کار کنم؟ نرو. نمیتونم، نمیتونم. اگه من یه کاری واسط بکنم قول میدی فردا صبح اول وقت سر کارت بشی؟ منظورت چیه؟ الان ساعت یکی بعد از ظهر، تا اونجا 3-4 ساعت راهه. اگه تا قبل از غروب آفتاب برسین میتونین دریا رو ببینین. من امروز همه چی رو روبرام کنم جوری که آب از آب تکون نخوره، به شرطی که همونطور که رو اون قولت وایسیدی رو این قولت هم وایسی. بگی به اویاد ماشین و اینا. از کجا میان کجا میریم؟ از شهر زن میرم دریا. تو بزن کنار. گوش کن سرکار، ما باید قبل از غروب آفتاب به دریا برسیم. اگه خلافی نکرده باشیم میرسیم. آخه ما که خلافی نکردیم. بعدا معلوم میشه. سرکار، سرکار. اسمت چیه؟ جمعه.
اهل کجایی؟ سرکویر. با راننده چه نسبتی داری؟ دایمه. کجا می رفتین؟ دریا. این پسره را از کجا می شناسی؟ دوبیا. سرکار، همه حرفام این حقیقتش. من تا الان این پسر رو ندیدمش. اینم که بچه کویره. کویر کجا؟ اینجا کجا؟ بی خودی از اجاز نکن. پسر جرمش سنگینه، از دست منم کاری بر نمیاد. بالاخره ما باید تا که اینجا بمونیم؟ چه کار شیطونه؟ رئیس رفته به یه مورد رسیدگی کنه برگرده. فقط اون میتونه برای شما تصمیم بگیره. ماش تقصیر منه؟ نه، تقصیر اقبال بد ماست. چی کار کرد؟ چه میدونم، یه چیزی رو با خودش میبرده که جرمش خیلی سنگینه. چی بوده؟ به ما که نمیگن، فقط سوالای عجیب و غریب از همون میکنه. کاش میتونستیم خورشید و با دستامون نگه داریم. مدارک خودرو و کارت شناساییتون پیش ما میمونه تا تکلیفون روشن بشه. یادتون باشه هر ممکنه شما رو احضار کنیم، اما فعلا آزادید، میتونیم برید. جمعه پیداش کردم، معنی اسممو. تیفور یعنی پرنده جهنده. بیا بریم جمعه، دیگه وقتی نمونده. Thank you.
میشنفی صدای دریاست، بقیه شو باید پیاده بریم. بیا پایین زودتر، بیا به سبزعلی قول دادم باید زودتر برگرد. بیا پایین، بیا 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 جلو، خیلی تاریکه دیگه، چیزی نمونده. حس میکنی این آب دریاست به پامو میخوره؟ من میترسم. نترس، بیا. من هنوزم دریا رو نمیبینم. سب کن، دریا رو نشونه تو.